سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگه هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله کنار اون اولین نفر از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. دکتر محمود انوشه از روانشناسان و مشاوره های خانواده به شمار می آید. شیوه سخنرانی جذاب و بیان موضوعات و مشکلات جوانان با زبانی شیوا او را به چهره‌ای مشهور در بین جوانان تبدیل نموده. در این ویدیو به معرفی ایشون می‌پردازیم. پس لطفاً تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. طبق گفته‌ها سید محمود انوشه در سال 1345 در امیدیه خوزستان متولد شده. او دکتر متخصص روانشناسی و رواندرمانگر است. تحصیلاتش تا مقطع دکترای روانشناسی است که سالها در لبنان تحصیل کرده و حال توانسته با شیوه سخنرانی جذاب و بیان موضوعات و مشکلات جوانان با زبانی شیوا به چهره‌ای مشهور در بین جوانان تبدیل شود. محمود انوشه فارغ التحصیل لیسانس رشته دامپروری از دانشگاه رامین اهواز و دکترای روانشناسی از لبنان می باشد که به عنوان متخصص تیپولوژی مدتی مشاور وزیر فرانسه بود و حالا محقق و سخنران است و در گفتار، فن بیان و سخنوری و شعر و ادبیات بسیار تبحر دارد و ماهر است. دکتر محمود انوشه از روانشناسان و مشاورهای خانواده به شمار می آید. ایشون تاکنون درباره موضوعات خانواده و دوستی و ارتباط دختر و پسر و همسر و زن و شوهرها و مسئولان شهدا صحبت‌هایی را در دانشگاه‌ها و تلویزیون و برنامه طبیب شبکه 3 با اجرای پیمان طالبی ایراد کرده. دکتر محمود انوشه در یک خانواده پرجمعیت که 11 برادر و خواهر هستند به دنیا آمده و خودش فرزند ارشد خانواده است و از همان سالهای نوجوانی به خارج از ایران رفته و مشغول تحصیل بوده. مادرش خانه‌دار است و سواد خواندن و نوشتن ندارد، اما پدرش مدرک مترجمی زبان انگلیسی در مقطع فوق دیپلم دارد و کارمند شرکت نفت امیدیه بوده که الان بازنشسته شده. او به خاطر شغل پدرش مقاطع مختلف در شهرهای آبادان، اهواز و ماهشهر زندگی کرده و در جنگ تحمیلی یکی از برادرانش به شهادت رسیده. پدر و مادرش هر دو سادات بودند و در واقع سید طباطبایی هستند. او چند دهه قبل به صورت رسمی ازدواج کرده که حاصل آن چند فرزند دختر و پسر بوده، اما تاکنون عکس و یا اطلاعاتی در مورد زندگی شخصیش به طور دقیق منتشر نشده. دکتر انوشه چند سالی است که به چهره سرشناس و معروف در فضای مجازی تبدیل شده و این شهرت به واسطه پخش سخنرانی‌های او ایجاد شده. دکتر انوشه از طنز در گفتار و حرکات دست و یا تغییر تن صدا و علم و شعر و ایمان در سخنوریش استفاده می‌کند و یک مطلب کاملا علمی که می‌تواند خسته کننده باشد را به جلسه و بحثی تبدیل می‌کند که پس از 3 ساعت وقتی مجری می‌گوید وقت تمام است، دانشجویان هو می‌کنند و مایل به ادامه سخنرانی‌اند. حرف‌های او با طنز همراه بوده و فنون سخنوری قوی باعث شده تا از هر قشری طرفدار داشته باشد و اکثریت اعم از دانشگاهیان، مردم عادی و محققان شنونده سخنانش می‌باشند. این چهره تاکنون در سخنرانی‌های زیادی حضور داشته و همچنین مهمان برنامه کتاب باز سروش صحت بوده. او در مصاحبه‌ای گفته از همان دوران کودکی حس کنجکاوی در من بوده. به همین خاطر از 7 و 8 سالگی به صورت خیلی جدی خواندن انواع کتاب رو شروع کردم. شاید باور نکنید، اما در 9 سالگی 2 جلد از کتاب بینوایان ترجمه حسن شهباز رو خوندم و خدا می‌داند که در تنهایی‌ام برای ژان والژان چقدر گریه کردم. در کلاس 4 و 5 دبستان کتاب‌های پرویز قاضی سعید و مایک هامر رو شروع کردم و بعد اومدم به سمت کتاب‌هایی مثل کتاب خاک پرل اسباک، برباد رفته مارگارت میچل، کلبه عموتام و در دوران نوجوانی به سمت مطالعه ادیان و آیین‌های مختلف کشیده شدم. مثلا چندین بار اناجیل مختلف و حتی انجیل برنابا رو مطالعه کردم. تورات و تلموز رو هم خواندم تا جایی که دچار بحران و آشفتگی شدیدی شدم. روزها گذشت تا زمانی که یک روز از محله الحمراء بیروت عبور می‌کردم که با یک شعر فارسی روی تخته در مغازه یک ارمنی روبرو شدم که زندگیم را متحول کرد. آن جمله این بود: جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. یعنی حالت که عوض بشه دنیا عوض میشه. از آن روز از دریچه عرفان به سمت قرآن میل پیدا کردم. من 11 بار قرآن را مطالعه کردم، اما هر بار با نگاهی دیگر و سایز خودم. من معتقدم که قرآن اتاق بینایی سنجی است
و آن را باید با ظرفیت، حالت و حس خود بخوانیم. ملاک من برای تشخیص یک خانواده سالم نماز صبح است. اولا نماز صبح را می‌خوانید یا نه؟ ثانیا نماز صبح را در اول وقت می‌خوانید یا آخر وقت یا قضای آن را می‌خوانید؟ اینها رمز موفقیت یک خانواده است. اگر انسانی نماز صبحش را بدون هیچ ادعایی هر روز ادا کند، می‌تواند به آرامش و موفقیت دست پیدا کند. دکتر محمود انوشه در سخنرانی‌های خودش از عبارات و اشعار عربی استفاده می‌کند. او اهل امیدیه خوزستان می‌باشد و به زبان عربی تسلط دارد. علاوه بر این به زبان انگلیسی و فرانسوی هم تسلط دارد. دکتر محمود انوشه زمانی که شبکه فارسیوان راه اندازی شد، سخنرانی راجع به این شبکه انجام داد و گفت: شبکه فارسیوان در حال نابودی بنیانهای خانواده است و با برنامه ریزی دقیق روانشناسی در حال مباه نشان دادن روابط نامشروع در خانواده ها و شکستن قبح خیانت همسران به یکدیگر و ترویج روابط جنسی دختر و پسر است، در حالی که مراکز فرهنگی در کشور ما هنوز متوجه این بحران نشدند. دکتر انوشه ایرانی ها را از نجیب ترین افراد در بین ملت ها و تمدن های مختلف دانست و خاطر نشان کرد نجابت، آزادگی و برخورداری از اعتقادات مذهبی از ویژگی های جوانان ایرانی است و نباید اجازه داد که دشمنان نجابت را از جوانان ما بگیرند. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو در قسمت کامنت برای ما بنویسید. یادتون نره که اگه هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب از زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.